الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله الله, سبحان الله الله لله. بسم الله الرحمن الرحیم سرسبز ترین بهار تقدیم تو باد آوای خوش هزار تقدیم تو باد گویند که لحظه است رویدن عشق آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و محترم وقت شما به خیر خوشی و سلامتی ان شاء الله در هر جایی که هستید و بیننده این برنامه در کمال صحت و سلامت به سر ببرید تبریک عرض می کنم خدمت شما ایام ماه ربیع الاول و امروز که دهم ده ربیع الاول بود سال روز ازدواج حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه کبرا این بانوی بزرگ اسلام بود ان الله که در چنین ایامی تمامی زوجهای جوان زندگی خوبی را شروع کنند و نتیجه این زندگی فرزندانی صالح و شایسته برای تمامی جوامع اسلامی باشد. در خدمت شما هستیم با برنامه به وقت بیداری کاری که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما عزیزان میگردد و مانند برنامه های گذشته این خواهش را از شما داریم که مطالب و پیشنهادات انتقادات خود را از طریق پل ارتباطی با این شماره با ما در میان بگذارید شماره مثبت 964 780-255-413 عزیزان بیننده طبق وعده یک شب شبها استفاده میکنیم از محضر استاد گرامی جناب استاد هاشمی با موضوع نشانه های ایمان و مؤمنان در قرآن خواهش میکنم با این بحث بسیار زیبا و شنیدنی با ما همراه باشید عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب استاد وقت شما به خیر و خوشی و سلامتی خوشحالم که بار دیگر خدا توفیق داد در خدمت شما باشیم با جستارهایی و گفتگوهایی در قرآن عظیم و شن و استفاده کنیم تا اینکه این موضوع رو به گفتگو می نشینیم با بینندگان آقاد سخن بفرمایید بله سلام علیکم و رحمت الله علیکم و وقت و لحظات شما هم به خیر و سلامت و آفیت باد انشالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي بعث رحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعاديهم من الآن إلى يوم الدين سلام و درود الهی و مؤمنان و فرشتگان خداوند بر شما باد لحظات شما در پرتب ایمان و الطاف الهی قرین توفیق و سعادت باشد و در کنار خانواده که لطف فرموده دینک با ما همراه هستید از شما سپاس گذاریم ممنونم از شما در برنامه های گذشته بحث رو به زیبایی استاد تقسیم بندی کردید ایمان را به چهار ارتباطی که انسان با خودش محیط اطراف خداوند و دیگر مردمان دارد و این چهار رابطه در چهار مرحله قلبی، زبانی و عملی نمود پیدا می کند که چهار ضرب در سه می شود دوازده نو مرحله ایمان یا مقطع ایمان که در مقطع دوم رسیدیم به ارتباط زبانی با خداوند متعال اعتقاد به خداوند که فرمودید مستاق دارد از جمله ذکر و یا مستاق کامل اون و مستاق برتر اون دعا کردن هست و آیات زیبایی از قرآن شریف در مورد تشویق به دعا بیان شد در برنامه های گذشته در این برنامه اگر اجازه شما باشد کمی صحبت کنیم راجع به آداب این عمل یعنی آداب دعا کردن که به چه ادب و به چه شیوه ای ما دست به دعا برداریم به پیشگاه خداوند متعال حاضر شویم بله ممنون سپاس از شما که طرح موضوع فرمودید مجددن به نام پروردگار هستی ما در برنامه های چندی در محضر شما به این نکته اشاره کردیم که یکی از نشانه های ایمان آن است که انسان مؤمن رابطه زبانی و رابطه قلبی خیش را با خداوند پیوسته و مستمر نگه می دارد. و از طرف دیگر انسان موجود است سراسر و سرا پا نیاز چه نیازهای معنوی و چه نیازهای مادی گیرم هم یک انسان نیازمند نباشد با آفریدگاری خیش سر و سری گفتگوی و گفتگویی و گفتشونیدی دارد و این مقوله را ما تحت عنوان دعا مطرح کردیم و گفتیم یکی از نشانه های ایمان نشانه هایی که بر زبان انسان مؤمن جاری می شود نشانه های گفتاری آن است که اهل است و اهل ذکر است و اهل نیایش و قرآن کریم هم این موضوع را در آیات متعددی متذکر شده است و چه بسا در موارد گفته است که ما برخی از انسانها را به سختی ها دوچار می کنیم تا اینکه تزرعی بیشتر به سوی خداوند داشته باشد و از من بطلبد و به همین دلیل است که ما خداوند را کریم می نامیم چون اگر کریم نباشد دنبالی طلب کننده و دنبال سائل نیست حاتم تایی رو به این جهت حاتم تایی و بخشنده می گویند که به دنبال مهمان راه می رفت لذا نامزد تاریخ انسانی شد در جود و بخشندگی خداوند هم که از صفاتش کریم هست یکی از دلایل این که ما خداوند رو به عنوان کریم میشناسیم آن است که خود را غنی معرفی میکند و نه غنی که بخل داشته باشد دلات. چون بسیاری اغنیا هستن اغنیای نسبی که بخل هم دارند ولی خداوند به دنبال سائل است سائل طلب به تعبیر من و برای فهم آمیانه خودم عرض میکنم کوچه به کوچه به دنبال گدایان هست که به طلبید و قل عبادی الذین تا آیات دیگری که بیان کردیم در محضر شما و, و یک فعن بله بنابراین خداوند در رو بر روی انسان ها باز گذاشته است و یک فراخان عمومی داده است که شب روز هر ساعت و هر زمانی که بخواهید با من ارتباط برقرار کنید و خواسته هایتون رو با من بگذارید و من برآورده می این فراخان عمومی شاید غیر از خداوند از سوی هیچ کسی داده نشده باشد جز کسانی را که خود خداوند به عنوان باب رحمت خود و رحمت الله الواسع معرفی کرده است که اونها هم از باب این که متصل به این درگاه بزرگ و وسیع خداوند است در اونها همیشه گشوده است مثل اولیای الهی خب بحث دومی که در این زمینه مطرح می شود و ما بدون خواهیم پرداخت گرچه که آیات و مباحث پیشینی همچنان می تواند ادامه داشته باشد و آیات بسیاری در قرآن کریم دال بر تشویق و ترغیب و فراخانی است که بیایید برای طلبیدن نیازهای خود هر نیازی که دارید اینطوری هم نیست که مقید و محدود کرده باشد که چه نیازی را از من بخواهید هر نیازی را که باشد که ما در آخرین برنامه عرض کردیم نیازهای مادی نیازهای معنوی بخشی رو بدونی طلب داده است و بخشی رو هم مخصوصا ابعاد معنوی را دوست دارد که انسانها به طلبت و به شکلی ناخواسته یک قدری را برای انسانها عنایت کرده است مثل فرستادن پیامبران مثل ارسال کتب انزال کتب و مثل دادن صحت سلامت و خیلی از چیزهای دیگری که به ما بدون سوال و بدون خواستن به انسان ها عنایت فرموده است ولی از این حد مکزیم مکزیمومی که برای همه داده است و حدی متعارف و حد عقلی که برای همه انسان ها از مؤمن و کافر داده است بخیه رو به دست خود انسان سپرده است که اگر نیازهای دیگری رو میخواهی برآورده بکنم من خدا باید از من بطلبی و بخواهی بحث دوم در این زمینه این مطلب مطرح می شود از میان مباحث متعدد چندی که در این زمینه وجود دارد و اون این است که ما گفتیم دعا در زبان عربی به معنای خواستن و خواندنی کسی است دعا یعنی او را خواند صدا زد بله. ولی در اصطلاح دینی و در ادبیات دینی دعا به معنای تلبیدن حاجت از خداوند است طلبیدن حاجت از خداوند ما دعا که میگیم میگوییم به این معنا استعمال میکنیم آن را حال سوال این است که اگر یک گدایی مانند گدایان بسیاری که ما در جامعه با اونها آشنا هستیم برود به آستانه و به در کسی که بزرگترین بخشنده عالم هست و بزرگترین فردی عالمی وجود و بزرگترین شخصیت تعابیر تعابیر انسانی است ما ناگذیریم که از این تعابیر استفاده بکنیم درباره خداوند درباره ذات حدیت که لیس که مثل شی چگونه باید خواسته خود را مطرح کند هر خواسته ای آدابی دارد شما دیده اید انسان در دادگاه می رود شک و نامه ای می نویسد عریضه ای می نویسد خب آدابی دارد چطور بنویسد مطلب رو چطور مطرح کند در اول از کجا شروع کند و به کجا ختم کند متن خواسته چگونه باید باشد یا به دنبال کاری دیگری می رود انسان دنبال خرید می رود یا دنبال حاجت های دیگری می رویم که از برآورنده حاجت بخواهیم آن را چی کار باید بکنیم و به چی تو به چه شکلی و به چه شیوه این خواسته را مطرح بکنیم تا مطابق خواسته ما باشد اولا و ادب خواستن را در محضر اون بزرگی که ما از او طلب نیاز میکنیم و برآوردن نیاز خود را تمنا و تقاضا داریم با شعن و جایگاه او متناسب باشد یعنی استاد با توجه به فردی که ما از او درخواست میکنیم و طرف مقابل ما قرار می گیرد نوع رفتار ما هنگام دعا و درخواست متفاوت می شود اگر یک فرد عادی و معمولی باشد که ما از او چیزی را بخواهیم شاید خیلی آسان باشد اگر یک مقام بلند ای باشد که دارای اسم و رسم است به محضر او ما مثلا شرف یاب شویم و چیزی را بخواهیم یک آداب و رسومی حال اگر بخوایم در برابر پروردگار عظیم و شن قرار بگیریم خالق آسمان ها و زمین بخوایم قرار بگیریم و با, با او گفتگو کنیم و چیزی را از محضر الهی طلب کنیم قطعا یک آداب و رسوم خاص خود را دارد ولی از اون طرف استاد اگر بگوییم که خداوند بی واسطه و بی, بی پرده با بندگانش صحبت میکند و شاید این تعبیری که بگویند شاعر از زبان خداوند متعال شاید اینگونه بیان کند که هیچ آدابی و ترتیبی مجوی هرچی میخواهد دل تنگت بگوی بنده چرا باید در پیشگاه خداوند یک سری کارهای را انجام بدهد که شاید سخت باشد مشقت زا باشد و راحت ساده با خداوند گفتگو کند پاسخ چی می باشد استاد بله ما در عرف انسانی بعضی از قواعد را خود به خود به صورت تکوینی در هنگام تقابل و یا رویارویی با فردی تمام اعضای بدن ما و تمام حرکات و رنگ چهره ما زبان ما حالت خاصی رو به خود میگیرد به اون, اون که کسی به او سفارش کرده باشد مثلا دیده اید که انسان اگر در برابر یک بزرگ قرار میگیرد بدن او به رحشه میفتد دوچار لکنت زبان میشود رنگ او تغییر میکند و حالات دیگری که برای هر انسانی به وجود میاد متناسب به پیمانه ای که اون شخص رو بزرگ میداند و بزرگ میشناسد و لذا ما در دعای سبای حضرت مولا علی علیه السلام داریم که کیست اون کسی که تو را بشناسد و حیبت تو او را فرا نگیرد بنابراین ما بعضی از آداب را خود به خود در حالت تکوینی و در وجود هر انسانی گذاشته شده است البته به شرط اون که معرفت باید وجود داشته باشد نسبت به اون کسی که ما با او حرف میزنیم خواسته خود را مطرح میکنیم خب اینها مقامات انسانی هستند چه رسد این که انسان در برابر پروردگار عالم بیستد و خواسته خود را مطرح بکند به همین دلیل است که در قرآن کریم در سوره مبارکه مؤمنون اولین صفتی را که برای مؤمنون بیان میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اونهایی که وقتی در برابر پروردگار می بله. خشوع یعنی اون حالت هیبتی است که بر وجود یک انسان از طرف مقابل مسلط می شود و تمام وجود انسان را خضوع و خشوع و شکستگی و ذلت فرا می گیرد. ناشی از اون معرفتی که, نسبت ناشی نسبت, از اون معرفتی که دارن. نسبت به خداوند دارد به همین دلیل است که می فرماید بله. قد افلح المؤمنون بله. انسان هایی که ایمان به خداوند ندارند و او را نمیشناسند به اون صفتی که مؤمنان میشناسند خضوعی و خشوعی نعم. ندارد و لذا حالت استکبار حالت استکبار یکی از نشانه های بی ایمانی انسان هاست انسان های مؤمن هرگز انسان های مستکبر, نیستند اهل کبر و غرور الذين يمشون على الارض هونا این یعنی از نشانه ایمان است که در رفتار او در حرکات و سکنات او تاثیر میگذارد زیرا که و و معکم خود را در محضر خداوند میبیند و, و زمانی دارد کی... که الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم, جهنم و داخل. بله و داخرین بله. بنابراین انسان به طور طبیعی در برابر بزرگی اگر قرار میگیرد مخصوصا اگر بخواهد با او رو در رو شود و خود را در این حالت حس کند البته انسان همیشه در محضر خداست ولی بعضی اوقات انسان رو این حالت را حس میکند این یک نکته که من حس می کند که در برابر خدا هست و با او سخن می گوید مثلا پیامبران الهی رو ما داریم که از میان پیامبران الهی حضرت موسی کلیم بله. علی نبی و علیه و علیه الصلاۃ و سلام در سایر موارد هم باور داشت پیغمبر الهی بود که من در محضر خدایم ولی زمانی که به سمت کوهی تور میرفت رفت آداب خاصی را رعایت می کرد یا رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم یا همه ای مؤمنین زمانی که میخواهند در مسجد بروند یا بر سر سجاده نماز بیستن با خداوند وارد گفتگو شوند خود دین آدابی رو مشخص کرده است باید پاک باشی جامعت باید پاک باشه و بدنیت باید پاک باشد غصبی لباس غصبی لباس نجس محل غصبی نباید باشه بدنیت نباید آلوده باشد ذهنت در اون زبان نباید آلوده باشد شرایط ما قبول داریم و شرایط صحت داریم همه اونها ناشی از این است که انسان وقتی روبرو می شود با یک شخصیت و یک جایگاه و مقام منی و بلند و شریفی باید آداب را رعایت کند که ما این آداب را در نماز می آموزیم و برخی از آداب به قدر مهم هست که اون رو به عنوان واجب برای ما کلمه واجب یعنی حتما باید این گونه باشد در مورد دعا کردن هم آدابی وجود دارد زیرا که انسان در این هنگام با خدا من روبرو می شود و با او حرف می زند و این حالت را حس می کند که من با او سخن می گویم پس باید آماده شوم که مثل حضرت موسی علی نبی و علیه صلی اللہ در طور خودم و در جایگاه راز نیاز خودم با این ذاتی که یگان ذات مقتدر و مسلط بر هستی است چگونه طرح سخن بکنم و چگونه مطالب را بیان بکنم ولی به شکل عقلانی بر اساس استدلال عقلانی که میگوید باید در برابر بزرگ ادب را رعایت کرد و بر اساس ادله قرآنی و روایی ما یک سلسله آدابی را در هنگام دعا کردن باید رعایت بکنیم همون گونه که عرض کردم آداب دیگری را در عبادات و مناسک اسلامی برای ما مختن مثلا کسی که مکه میرود باید غسل کند باید احرام ببندد جامعه ای او باید خمس داده باشد زکات داده باشد و شرایط دیگری که در هر عبادتی و در هر حضوری در محضر ذات احدیت آدابی تعیین شده است بعضی آداب ها واجب و بعضی ها مستحب اما در مورد دعا کردن با اینکه تبخشی بزرگ از زندگی ما دعا هست یعنی ما بیشتر از نماز حتی در خود نماز هم دعا میکنیم دلست. بیشتر ارتباط ما با خداوند در حالت غیر نماز هست در اون زمان هم هست ولی در ما لحظه به لحظه از خداوند طلب نیاز میکنیم لحظه به لحظه چی به زبان حال چه به زبان خال دلست. و در این شرایط هست که ما بایست این ادب را رعایت بکنیم من در تفسیر کشاف هست در یکی از داستان های داستان حضرت شعیب از عارف نقل میکند در اونجا علامه زمخشری سخنی را که دخترش میگوید پدرم شما چرا شبها نمیخوابید؟ میگوید من از شبی خونی خدا من نگران هستم زیرا که بسیاری امتهای دیگر قبل از ما که عذاب شدن و اهل گناه و معصیت بودن خداوند در شبانگاه چون عذاب شبانگاه وحشتناک و حراس آور است دوچار عذاب و سیحه شدن من هم که انسان گناهکاری هستم میترسم که شب در خواب باشم و خداوند مرا دوچار عذاب کند و لذا خواهم در شب بیدار. مشغول عبادت و بیدار باشم خب منظور میان است که یک انسانی که خود را در محضر خداوند می بیند، هرگز قافل نیست و خود را در امان نمی بیند با توجه به اینکه انسان به هر پیمانه که عبادت کند باز هم حق خداوند را اون که باید نمیتواند انجام بدهد خب برگردیم مطلبی که شما میگفتید یاد حدیث معراج افتادم که به هر حال حدیث مفصلی است که وقتی پیامبر به معراج اروج کردند در اونجا چیزهایی را با چشم سر دیدند با همین بدن مادی خود دیدند که واقعا دیدنش برای هر انسانی جای تعجب دارد اما گویا تعبیر قرآن این هست که یک لحظه قلب پیامبر و ذهن پیامبر و دل پیامبر به غیر خدا متمایل نشد و چیزهایی را که میدید برایش جالب نبود و فقط و فقط متمایل بود به خداوند متعال که در محضر او قرار است که قرار بگیرد و مستقیم گفتگو کند با خداوند و فکر می کنم زیباترین ادب را پیامبر گرامی ما به جا آورده است که حتی خداوند در قرآن تعریف او رو میکند که ما قلب البسر و ما تقا بله. اگر ما هم بله. بتوانیم به این مسیر قدم برداریم و آداب دعا و ایستادن در پیشگاه خداوند را اینچنین رعایت کنیم به موفقیت بزرگی دست پیدا کردیم بله من چون شبهای عید هست یک داستانکی را که اندکی به فکاهی هم همانند هست خدمت شما بینندگان عزیز ارز کنم به تناسب این بحث میگوین گاندی ناجی هند و یکی از ناجیان هند در زمانی که مشغول دیدار با مردم بود خانمی آمد به ایشون اظهار علاقه کرد که من شما را خیلی دوست دارم و عاشق شما هستم ایشون گفت که عاشق من هستی؟ گفت بله گفت که نکنم شما مناسب من من مناسب شما باشم برادر من که از من خیلی زیباتر است جوانتر هست و آراسته تر برادر من است به نظرم شما به او خیلی سازگارتر و به شان شما مناسب تر است و اون برادرم پشت سر من استاده است دید که این خانم بلا فاصله متوجه شد به پشت سر گاندی ببیند این کیست بعد تا نگاه کرد گاندی گفت که من میخواستم ثابت کنم که شما عاشق من نیستی. نیستید زیرا که <applause> اگر شما عاشق من بودی من هر کسی را که معرفی میکردم هر زیبایی رو که به می تو توصیف میکردم تو به سمت آن نگاه نمیکردی نمی 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 و به همین دلیل است که قرآن کریم به زیبایی یک مطلب را بیان میکند و زین الشیطان و اعمالهم یعنی که از خصوصیاتی که کاری شیاطین نسبت به اغوا کردن انسان ها این است که غیر خدا را اموری که در زندگی انسان رو منحرف کند اونها را در نظر انسان زیبا نشان میدهد چرا؟ به دلیل این که انسان رو منصرف کند یعنی ذهن او را مشغول کند و به همین دلیل است که قرآن کریم در آیات دیگری تعبیر دارد لح و لعب نعم. یعنی اون کارهایی که انسان را سرگرم می کند مشغول می کند و این نتیجهش می شود روی و انصراف از خداوند فاصله ای که بین انسان و خدا ایجاد می شود، از همین طریق است که انسان چیزهای دیگری را زیبا می بیند. اگر بی زیبایی و جمال مطلق الهی کسی دست پیدا کند و به او واقف شود و درک کند اون را هرگز به غیر خدا مشغول نمی شود و ما اهل ایمان را به نشانه ها و آدرس های بسیار روشنی از اولیاء الهی داریم که اونها در سختترین لحظات و یا در متنعمترین لحظات چون انسان دو حالتی داره که ممکن از خدا غافل شود یکی حالتی بسیار بسیار سختی است و یک حالت بسیار بسیار رفاه که قرآن کریم هم هر دو رو به عنوان امتحان بیان می کند مثلا شما حضرت عبا عبدالله علیه السلام و رو دارید که در آخر لحظات در متن مشکلات موضوع رضایت الهی رو مطرح می کند که هرون که تو راضی هستی مره. یا در زمان شهادت طفل رضی ایشون می من تمام تسلایی خاطر من این است که در محضر خدا انجام می شود این کار مره. و یا حضرت امام علی علیه السلام سلام در سختترین لحظات چون خود را در معرض خدا میبیند همه چیز را تحمل میکند و بر او سخت و گران نیست خب بگذاریم انسانی اگر باور داشته باشد به خداوند که من در محضر چی کسی قرار میگیرم حتما ادب را رعایت میکند یا اون بزرگی که در زندگی میگفت که من پا را در این گام نشستن هرگز در مجلس دراز نمی کنم. درست است که به حرمت دیگران هم باید رعایت شود به های دیگر همه اهل حرمتن و باید حریم نگه داشته شود می گفت که نه من برای خدا این کار را انجام میدم زیرا که در محضر خدا هستم و در محضر آفریدگار خودم جرأت نمی کنم پای خود را دراز کنم و به شکلی به بی ادبانه بنشینم و شاید یکی از دلایلی که ما جز انسان هایی که مسترن و مجبورن در هنگام نماز با آداب را رعایت کند پا باید چگونه باشد قیام که می کند باید نگاه با کدام سمت باشد دست به با کدام سمت باشد و حواس انسان به کدام گونه باشد به کدام سمت باشد تمام اینها نشانی این است که باید انسان حرمت و ادبی دعا را و ادب عمل را در پیشگاهی پروردگار عالم رعایت بکند قبل از اینکه شما به سراغ این آداب برویم و یک یک بخوایم اینها را بشماریم اجازه میخوام از شما که این نکته خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که شما می توانید این برنامه یعنی به وقت بیداری که هر شب حدود ساعت 8 الى 9 شب به وقت افغانستان تقدیم شما میگردد رو و همچنین سایر برنامه های و محصولات شبکه هادی تیوی را از طریق سایت آپارات و یا از طریق درگاه فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام با یک جستجوی ساده پیدا کنید و برنامه ها را هم به طور زنده و هم بعد از اینکه ضبط شدن به طور ضبطی برنامه ها را مشاهده کنید و حتما ما را از نظرات و پیشنهادات مفید خود بهره مند بسازید. استاد آداب دعا را در محضر شما پی می بله. خب در میان آداب دعا که آداب زیادی است و گیرم خلاصه بکنیم ده دوازده ادب می شود اولین ادبی که در دعا مطرح شده است و قرآن کریم هم به اون اشاره می کند ادبی آن است که انسان حالت خاص به خود بگیرد از نظر فیزیکی <تصفح> یعنی چی یعنی رو به قبله کند رو به قبله کردن <تصفح> یکی از آداب همه عبادت هاست عبادت های متشرع دینی ما در تشریع شده در دین رو به قبله باید انسان بیستد یا بنشیند بله. چی استاده چی نشسته باید رو به قبله باشد توجه داریم که اینها امور واجب نیست ولی یک کسی که میخواهد با خداوند حرف بزند در دین آدابی و شرایطی برای اینها معرفی شده است که خوب است این گونه باشید یعنی اگر در... مادر... کامل رو میخواهد برقرار کند باید این شرایط یک بله. کنه. اصلا یکی از آثاری در دنیای آموزش میگوید شما در هنگامی که میخواهید مطلبی را در کلاس درس و در صنف درس یاد بگیرید به همون گونه ای که ذهن شما به طرف هست یا با کسی حرف میزنید همون گونه که ذهن خود را به اون میسپارید و گوش خود را به او میسپارید باید به چشم چشم خود را نیز به اون سمت داشته باشید یعنی تمام بدن تمام بدن به اون سمت شود زیرا که یکی از خواص اون تمرکز است ما در آینهای هندو که ورزش ها و مناسک های خاصی دارد اونها روی این حرکات بدن و اشکال فیزیکی که بدن قرار به خود می گیرد، بسیار بسیار توجه جدی دارند و دین این رو در قالب آداب در قالب سنت مستحبات و واجبات بیان کرده است ولی یکی از نخستین ادبی را که انسان در حالت دعا باید داشته باشد این است که با تمامی بدن خود را متوجه اون خواسته قرار بدهد و خداوند یکی از دلایلی که قبله را برای انسان ها معین کرده است در نماز هم همین موضوع است وگرنه به تعبیر خود قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اینما تولوا فثم وجه الله هر طرف که خداوند که جا و مکان ندارد ولی یکی از دلایلی که انسان را گفته است شما به سمت قبله باید نماز بخونید به خاطر تمرکز و به خاطر اینکه انسان به تمام قد و تمام رو وجه یعنی اون بخش قدامی و پیشینی بدن انسان باید تمام اعضا و تمام وجود انسان رو کند به طرف اون کسی که از او مطالبه داریم و از او میخواهیم و خداوند یک آدرس رو یک نمادی رو مشخص کرده است با عنوان بیت الله و با عنوان قبله که شما به این سمت تمرکز کنید و به این سمت اگر رو بکنید می توانید شما ادب دعا را ادب نماز را رعایت کرده باشید در نماز الزامی است ولی در دعا خب این خوب است که الان علم فیزیک ثابت کرده که وقتی انسان رو به قبله قرار می گیرد با امواجی که از زمین در جریان هست مطابق می شود بدنش و این همگامی و همراهی با امواج درونی زمین یک تاثیر بسیار مثبتی بر روح و روان و حتی جسم انسان دارد همون حال، لحظاتی را که انسان به نماز می ایستد رو به قبله این تاثیرات مثبت رو میگیرد و چه بسا اگر انسان در حالت دعا هم رو به قبله بایستد و یا حتی رو به قبله استراحت بکند این تاثیرات را دریافت کند و مایه آرامش انسان شود که بر خلاف موج نباید حرکت کند دقیقاً در مسیر موج خب انسان به مراتب راحت تر میتواند هم تمرکز پیدا بکند و همین که خودش آرامش پیدا بکند خب ما در سوره مبارکه اعراف سوره هفتم قرآن کریم این گونه می خوانیم آیه 29 سوره مبارکه اعراف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد بله. میفرماید خداوند به من عدالت را دستور داده است و قسط را امر ربی بالقسط و همین گونه و امر کرده است که در هر عبادتی اقیمو اقامه بنی راست یعنی راست استادن یا مستقیم مستقیم بکنید شما صورتهای خود را تنها در اینجا صورت نیست که سایر بدن باشد وجه در اینجا حکایت از این جانب جلوی بدن انسان دارد قسمتی جلوی و اقیم وجود حکم اند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین در اینجا جمله های اند کل مسجد کل مسجد محل سجده ممکن است در ابتدا تدایی کند که این مربوط به نماز است زیرا که ما معمولا سجده را مخصوص نماز می‌دانیم ولی در فرهنگ قرآنی سجده عبارت است از اون حالت نهایی تزلل و خشوع در برابر خداوند از این حالت تعبیر به سجده می کند. و اختصاصی به سجده نماز ندارد گرچه که در عرف مصطلح شده است برای خاصی سجده یعنی سر به زمین گذاشتن ولی سجده به معنای نهایت خضوع و تعل... و تزلول است که یک انسان در برابر آفریدگار خودش دارد خداوند میفرماید در هنگامی که شما میخواهید عبادتی به جای بیاورید و لذا ترجمان همین و... و مفسران همین وجوه کم رو به معنای اند کل مسجد رو در هنگام عبادت ترجمه و مع... تفسیر کردن نه به معنای اینکه در نماز اگر خاصی سجده بکنید و به دلیل قرینه بعدی که در آیه شریفه مطرح شده است ودعوه و مخلصین بله. که در اینجا این قید دعا مشخص میکند که این نقیم وجوهکم اند کل مسجدن اختصاصی به نماز ندارد ندارد بلکه در هر عبادتی و در هر خوندنی احنا. که شما میخواهید با خداوند حرف بزنید و حالت خضوع و تزلل رو بگیرید از هر عبادت به سجده خضوع کرده به خاطر که شاه بیتی هر عبادت خضوع در برابر خداوند است ما میرسیم که یکی از آداب دعا حالت خضوع هست و انسان مخصوصا که دیده این گداها اگر ما سائل و طلبی از خدا رو به عنوان حالت گدایی تعبیر بکنیم گداها حالت خاصی دارن که در برابر اون کسی که طلب میکند نیاز خود را از او بسیار متواضعانه و متزلزلانه این رو حس انسان یا به تعبیر دیگه فطرت انسان عقل انسان به انسان کمک میکند که تو اگر میخوایی خواسته ای را داشته باشی میدانیم که همیشه سوال در جایی است که انسان کسی رو از خود بالاتر بدانه چی از نظر علمی چی از نظر اقتصادی چی از نظر قدرت و هر مقوله دیگری و چی از نظر زیبایی همیشه سائل سوال کننده خود را در مرتبه پایین تر می داند. و خود این احساس برای انسان ایجاب می کند که اندکی بایستی در برابر اون مسئول و کسی که انسان از او سوال می کند باید خود را خازه و خاشه و در حال تزلل قرار بدهد و لذا فرماید که و عقیم وجوهکم حکم کل مسجد یعنی در هر حال عبادت و خضوع بله. زمانی که شما میخواهید خواهید خضوع بکنید باید رو برگردانید به سمت خداوند و دعوه مخلصین له الدین که البته این شرط دیگری را بیان می کند که ما فعلا بدون شرط نمی پردازیم شرط اول آن است که انسان بایستی در حالت رو به قبله به خداوند التجا کند و دعا بکند و این ادب را رعایت کند و یکی از آثار این آدم همان است که همون گونه که عرض کردم علاوه بر تمرکز نشان می دهد که این شخص جدی است در خواستن خود درست شما دیدید که گاهی وقت انسان حرف خیلی معمولی را بیان می کند با اعضای خانواده با دوستان خودش به هر شکل و به هر که بشیند پا رو پا بندازد یا اینکه در حالت خوردن باشد اشکال ندارد ولی زمانی که شما بخواید یک مطلب رو خیلی جدی مطرح بکنید یک حالت فیزیک خاص میگیرید یعنی این شرایط بدنی و حتی چشم انسان نگاه انسان گوش انسان و تمام اعضا و بدن انسان در یک حالت جدی قرار میگیرد نشان از جدیت دارد به همین دلیل است که ما اون جایی که میفرماید قرآن کریم فویل للمسلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. یکی از معانی ساهون همین است که این انسان در حالت نماز جدی نیست همینطوری ویلان و سیلان گاهی به خمیازه میکشد و گاهی دگمه خود رو باز و بست میکنه، و گای موبایلش رو نگاه میکند دیده اید که بله. بعضی کلیب هایی رو که حالت های خاصی از انسان ها رو نشان میدهد که در حالت نماز کارهای دیگر هم انجام میدهد یا به ذهنش چیزهای دیگری هم میگذرد اون ساهون یکی از گوشه هایش اشاره دارد به همین معنا که باید جدی باشید و حالت رو به قبله قرار گرفتن انسان را در حالت جدی قرار می دهد و نشان می دهد که من دارم جدی و با کمال ادراک و فهمی که می خواهم چی بگویم حرف می زنم بنابراین این ادب را ما در هنگام دعا که در سوره این باره که های 29 هست مطرح کردیم در محضر شما بینندگان حالت دوم یا ادبی دوم آن است که انسان باید زمانی که رو به قبل استاد باید حمد و تسبیح الهی را انجام بدهد زیبا. شما در قبل این خب از اینکه دعا قبل از اینکه خود را مطرح بکنید حمد و تسبیح حمد و تسبیح خداوند را انجام بطاعدم. بدهید شما در عرف انسانی که به کمک عقل خود انسان ها اون را انجام میدهند چون عقل انسان هم حادی درونی و پیامبری باطنی انسان هست انسان ها بسیاری از مطالب درست را زمانی انجام میدهند که مشاور اونها عقل اونها باشد و بسیار بسیار کمک میکند زمانی که انسان از عقل خود استفاده نکند در واقع خطاهای بسیاری دارد همان گونه که اگر شر و از وحی استفاده نکند خطاهای بسیاری میتواند داشته باشد لذا خداوند میفرماید در عقل و معوبد به رحمان عقل انسان اون چیزی است که انسان را به عبادت پروردگار فرا میخواند زیرا که راستترین راه و درستترین مسیر مسیر بندگی خداوند است خب شما در نخستین سوره قرآن کریم که سوره مبارکه حمد است و به قدر عظیم است که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب بله. هیچ نمازی بدون این سوره نماز گفته نمی شود و فضایل دیگری که برای این سوره برشمرده شده است در بخشی از این سوره شما دعا دارید اون جایی که میگویید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بله ولی توجه داشته باشیم که قبل از این دعا خداوند چطور آغاز کرده است بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله دللا. رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تمام اینها حمد و ستایش خداوند است دللا. یعنی شما خداوند را توصیف میکنید به اسماء او صفات جلاله به اسماء جلاله و اسماء حسنای او اون رو توصیف میکنید حمد میکنید حتی و... کلمه رحمان و رحیم دو تا صفت زیبای خداوند را تکرار میکنیم در بله، بسم الله بله، آمده بله. در سوره باز دوباره اون رو تکرار میکنیم تکرار شده است و شاید تنها سوره ای که از سوره های کوچیک قرآن کریم بلا فاصله و فاصله یک آیه دوبار به رحمان و رحیم برگشت مم. از خداوند همین سوره است شما در عظیمترین و عزیزترین و غنیترین سوره قرآن کریم ادب دعا کردن رو خداوند برای ما هموزد. می آموزد در فاتحة الكتاب در فا و ام القرآن همه. و سبع المسانی برای ما می آموزد که شما هرگاه می خواهید خداوند را نیایش بکنید باید از ابتدا حمد و تسبیح, تسبیح خداوند را باید انجام بدهید در همین خصوص من یک این ادب را از صحیفه سجادیه می خواهم عرض بکنم که شما در دعاهای صحیفه سجادیه مثلا در دعای دوم این گونه میبینید که شروع دعا است والحمد لله شما کمتر دعا دارید در صحیفه سجادیه یا در ادعیه قرآنی و یا در ادعیه ائمه معصومین و رسولان الهی که بدین شکل آغاز نشده باشد والحمدلله لله و حمد خداوند الذي من علينا بمحمد نبيه دون الأمم الماضية والقرون الصالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظمة در هنگامي همدي حمد خداوند را انجام ميديهم حمد خداوند را مثلا در قرآن الكريم الحمد لله رب العالمين یعنی ما کارها و صفات خداوند را برمی شماریم که می من که تو را حمد کنم یا خداوند به خاطر این است که تو رب عالمین رب یعنی پرورش دهنده و روش دهنده همه جهانی. جهانیان و در اینجا امام سجاد علی, ع... علی امرال حسین علیه السلام و سلام می بینیم دعا را با حمد الهی شروع می کند و الحمد لله. و بعد از آن بزرگترین نعمت الهی را بر انسان و بر خود می شمارد الذي من علينا به محمد نبیهی اون خدایی که بر ما منت نهاد که پیغمبر بهترین را و خاتم پیامبران را بر ما فرستاد دون الامم الماضیه نه برای پیامبران دیگر بلد. این ما هستیم که به این مقام و به این منزلت رسیدیم که ما را خداوند گرامی داشت و اون پیامبر را برای ما فرستاد و قرون الما صالفه. به قدرت هلتی لا تعجز عن شی خب بعد در همین جا ادبی دیگری هم هست و اون این است که ما بایستی درود بر پیامبر و آلش هم بفرستیم اللهم صل علی محمد, محمد و آل محمد چنون که شما در همین ادب دعا میبینید امام سجاد علیه السلام و بعد از این که حمد الهی را انجام میدهد در بابر نعمتهایش این گونه میفرماید اللهم فصل علی محمد امينك وحیک وحيك ونجيبك من خلقك و آداب و توصیفات دیگری که دارد ولذا ما در ادب دعا همون گونه که حمد و تسبیح الهی را انجام میدهیم مرتبه دوم بایست درود و صلوات و رحمت الهی رو مطالبه کنیم بر پیامبر و آه. آلش. بسیار ممنون متشکرم استاد چون فرصت برنامه تمام هست انشالله مطالب زیبایی که بیان کردید در باب آداب دعا را به همین اندازه اکتفا کنیم و وعده ما با بینندگان عزیز یک شنبه هفته آینده با همین موضوع در خدمت شما استاد گرامی بازم تشکر میکنم از شما و خداحافظی شکره. میکنم از شما و تشکر از همه شما عزیزان همراه با برنامه به وقت بیداری دعا کنیم که امام رضا علیه السلام در حدیث زیبا فرمود بر شما باد به دعا کردن که دعا اسلحه مؤمن است و ستون دین هست و نور آسمان ها و زمین هست به درگاه خداوند دعا کنیم بعد از حمد و سنای الهی و ستایش خداوند متعال و بعد از سلام و سلوات بر پیامبر و آلش از خداوند بخواهیم تمام خواسته های و مؤمنین و مؤمنات را و همچنین صلح و آرامش و امنیت در کشورهای اسلامی به خصوص کشور عزیزمان افغانستان بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد دعا کبوتر عشق است بال و پر دارد بخوان دعای فرج را که مهدی زهرا ز پشت پرده غیبت به ما نظر دارد تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در پناه خدا باشید <applause>